میدونی داداش فرخ، تو برکت محلمونی. نوکرتم. راستش به خدا خیلی برکتی داداش، تو آدم خوبی هستی. آره به خدا. زنده باشی. زنده باشی کازم. زن داداش، نازان خانم اینقدر زود رفته خوابیده؟ اگه زود خوابیده باشه پس یاد سر و صدا نمی کنیم. گفت که سیرم اصلا اشتها ندارم، ولی فکر کنم که سرش درد می کنه. استش ما هم تو خونه قرص سردردی نداریم، زودتر گرفت خوابید. واه واه که اینطور. کاظم امروز صبح خونه شما اومده بودم، البته پیش تو. همون موقع به خواهرت سر پا یه عرض ادب کردم دیگه. آزم بگو داداش فرخ. اینو بگیر، هرچه زودتر برو تا همین داروخونه سر کوچه، واسه خواهرت قرص سردرد بگیر، زود بیارش، زود باش. دمت گرم داداش فرخ، بقیهش مال من. آزم بقیهش آره مال خودت باشه. قربونت برم داداش فرخ، من رفتم. برو عزیزم برو. تو این روزا دلارم نرخش خیلی بالا رفته، خیلی. تو این هتلم کارامون خیلی خوب پیش میره. راستی کاظم جون، تو از یکی یه مقدار پول بدهکار بودی، بدهی چقدره؟ داداش چی میگی؟ بدهی هم انقدر زیاده که تموم نمیشه. شکم چند نفر رو باید سیر کنم، خب گفتنش هم اصلا خوب نیست. الان خواهرم من بهش اضافه شد. اینجوری نگو، اینجوری نگو. زن داداش، الان دیگه نازان خانوم اومده با شما زندگی کنه، بهش بگو بیاد داروهاشو بخوره، یه لقمه غذا بخوره تا بهتر بشه، اینطور نیست؟ زن چرا وایسادی؟ نمیشنوی داداش فرخم چی میگه؟ زود باش. البته داداش فرخ. نوش جان داداش فرخ. زنده باشی، خدا خیرتون بده. ببینم، میدونستم هنوز نخوابی. با سر و صدای اون خرس آدم اصلا نمیتونه بخوابه. زود باش بلنشو سر وضعیتو درست کن، برو پیششون، آخه خرسا منتظر تو هن. نه دیگه، من اصلا سر اون میز نمیشینم. دارم میگم بلنشو دیگه، برادرتو مجبور نکن بیاد اینجا. ببین بچه هم خوابیدن، مهمون داریم، زشته. یه سر برو، میدونی که داداشتم خوشحال میشه. بعدش بیا راحت بگیر بخواب. زود باش دیگه. یالا اومد. خوش اومدین نازان خانم، لطفاً بفرمایین، بفرمایین اینجا. ایشالا زودتر خوب بشی، زود خوب بشی. زن چرا نشستی؟ پاشه یه چیزی واسه خوردن بیار، پاشه دیگه. باشه. پرتقال میخورین؟ ویتامین سی داره، واسه سلامتیتون خوبه. به افتخار زودتر خوب شدنتون. کشتی منو. داداش فرخ، داداش پهلوی هتلتون فکر کنم یه مغازه خالیه، نه؟ میشه اون مغازه رو واسه من جور کنی تا بتونم روزی حلال پیدا کنم؟ از بیکاری خسته شدم به خدا. بیشی
ما میخواستیم تو اون مزرعه جا به جا بشیم، حالا ما را بردن اینجا و زندونمون کردن، اینم قبول کردیمون، صدامونم در نیومد. اما اگه مسئله طلاق اینقدر طول بکشه کار ما از اینم سخت‌تر میشه. اون خدمتکارای آشپزخونه تو کل داد غیبت تا میکنن. من یه بار برم میدونم با اون بی سواد چیکار کنه. تیار اینقدر تحریکش نکن. خب اونم دارم همینا میگن، کسی که به تحریکش میکرد قبلا کار خودشو کرده. اوف دختر یه ذلیل مرده، حرفاشو ببین. کسایی که پشت سرمون این حرفا رو شنیدن اونا رو نه ما رو ذلیل میگن. بابا خفه شو، عقلت کجا رفته دختر؟ هم گناهکاری هم داری زهر میزنی. یهو دلم خواست برم قهوه خونه که ای کاش نمیرفتم، کاش با هم میشکس. یه عده میگفتن دخترشو ببین، واه 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 نوش جونش، خیلی حرفا و نیش کنایه‌های دیگه هم گفتن. اونا اصلا خجالت نمیکشن که غیبت میکنن؟ تو صبر کن صبر کن، یه بار مادرت بره تا بازار خودش میفهمه چه حرفای پشت سرمونه. ای بابا به جای این حرفا بهتره به خودشون نگاه کنن. نه خیر، این وصله های مردم به جون ما نمیچسبه. نه عزیزم راستش یه آبرویم برامون نمونده. اگه این قضیه طولانی بشه این آدم عقل نکنه، باز اون موقع است که فقط به درد لای جرز دیوار میخوریم. آره خستم کردین، قسم میخورم خستم کردین. گفتم که عقد میکنه، عقد میکنه، چرا نمیفهمین؟ تیار اینقدر بهش فشار نیار. ببین اگه خیلی بهش فشار بیاری و ناراحت بشه و بچهش چیزیش بشه چی؟ خدا دخترت و بچهش همیشه صحیح و سالم نگه داره. من که اینقدر جوش میزنم فقط به خاطر شماست. امروز به خاطر اون زن عصبانی شدی و مردونه پشت وایسادی. خب دیروز میتونستی به خاطر منم همین کارو بکنی جاهر؟ تو چشمام زور بزن و بگو آره این کارو میکردم، منم ازت طرفداری میکردم. با وجود همه اینو جلوی همه وای میسادم و به همه میگفتم که چقدر دوستت دارم. من به خاطر اینکه تو رو از دست ندم مجبور شدم بهت دروغ بگم، بهت دروغ گفتم چون خیلی دوستت داشتم. به خدا مجبور بودم دروغ بگم، اگه میدونستم که حتما ازم طرفداری میکنی اصلا یه همچین کاری نمیکردم. من و تو عاشق هم بودیم و عروسی کردیم. من امروز هر کاری که کردم دلیلش فقط ضعف و احساساتم بود. من واسه این کارو کردم تا زندگیم و محبت تو رو از دست ندم. جاهد چرا اینقدر نگرانی؟ چرا رنگت پریده؟ معلومه یه چیزی شده، به هم بگو چی شده؟ چیزی نیست، کارای شرکت خیلی زیاد بود، حسابی خسته شدم. زود باش یالا بریم داخل، سرما نخوری، زود باش. جاهد بابام داره خیلی به هم فشار میاره در مورد قضیه ایتر. ایلماس خواهش میکنم، واقعا خیلی خستم، درکم کن. خواهش میکنم بیا زود باش بریم داخل. بیا میخوای از مهمترین چیزی که خبرش بهم رسیده بگم؟ مثلا تو میخوای با این کارات منو دیوونه کنی. اینم میدونم که یه زن حامله همیشه منتظر توه. دیگه نمیخوام تو رو حتی نزدیکای خونم ببینم. هر بار که در خونم رو باز میکنم نمیخوام نگران این باشم که از کجا جلوم سبز میشی. دوست ندارم دیگه ببینم ات. راستش فقط یه چیز منو خیلی ناراحت کرده، اونم فقط تویی. Thank you.
دلم برات میسوزه. به خاطر فرار کردن از من هر کاری میکنی، خیلی بیچاره شدی. به خاطر حماقتت نه تو کلت عقل مونده، نه وجدان و نه منطقی برات مونده. تو به خاطر فرار کردن از من حماقت کردی، ولی منم به خاطر نجات دادن تو این حماقتو کردم. تو به خاطر فرار کردن از من حماقت کردی، ولی منم به خاطر نجات دادن تو این حماقتو میکنم. چیزی نمونده. خیلی نزدیک شدیم. آخرین تیرو آماده کردم. فردا صبح برگ برنده دست شماست. برگ برنده من. نورکوزان که این روزا سرخط خبر همه روزنامه ها شده، الان یه خبر جالب دیگه. هنوزم کوزان صداش میکنه. اینا رو از اینجا بردار اجلال. بعد از اینکه زندگی مخفیش از بین رفت، با رئیس شرکتی که در بخش لوازم آرایشی مشهور است، یعنی کریم سانجاکلی، یک زندگی عاشقانه رو شروع کرد. اجلال، مدل زیبایی که چند روز قبل با دوست پسرش به یه تفریح کوتاه مدت رفته بود دیده شد. دیشب دوباره با شوهر قبلیش تاجر سرشناس یکیت کوزان هم دیده شد و این زوج بار دیگر سرخط خبرها شد. در روزنامه ها به کمک این مدل نام دو شخص ثروتمند بر سر زبان ها افتاد. دیگه این روزنامه ها رو تو این خونه نمیارین. هیچ وقت نمیتونی بگی من دنبال اون زن نیستم، درسته؟ پسرم بیدار میشه، اینا رو از اینجا بردار. تا وقتی که دنبال اون زن بودی، خودت میدونی که زندگیت با شرمندگی سپری میشه. یگیت، فرار کردن از خونه آسونه. تو با این کارات یه روز دیگه نمیتونی پاتو تو شرکت خودت هم بذاری. فهمیدی چی گفتم؟ اگه با این طرز فکر ادامه بدی، بعد از این راه رفتن برات سخت میشه. تو این صبح اول وقت باز چی شده؟ تو دخالت نکن. تو دخالت نکن. یالا بیا. آروم باش اجلال. برو پیش بچت. مرت آماده است. تموم نمیشه، تموم نمیشه، خدایا تموم نمیشه. مامان من نمیخوام، نمیخوام مامان. ولی مرد پسرم، یعنی چی که نمیخوای ها؟ ببین داری مادرتو ناراحت میکنی. خونه نور که میرفتیم یه تیم بودیم، چقدر خوب نقش بازی میکردیم. اینم درست مثل همونه. ولی این کار خوبی نیست. ولی ناراحت کردن مادرت بدتر از اونه. اما من اونا رو دوست دارم مامان، فقط نور رو دوست ندارم. من پسر بد اخلاقی نیستم مامان. باشه، حالا که اینطوره، پس به هم بگو پدرتو میخوای یا نه؟ میخوام. وقتی میخوای پس باید به حرف مادرت گوش بدی، باشه؟ وگرنه پدرت میره و دیگه بر نمیگرده. پدرت دیگه بر نمیگرده. منم زیاد ناراحت میشم. ببین، برادر کوچیکتم خیلی ناراحت میشه. اما من پسر بدی نیستم مامان. میدونم عزیزم، ولی بعضی وقتها به خاطر یه سری کارای خوب باید یه سری کارای بد انجام بدی. خب حالا تو به هم بگو، به خاطر مادرت، به خاطر خانوادت که زندگی خوب داشته باشن، میتونی یه کار بد انجام بدی؟
آی این آدم باز جواب نمیده. تو منتظر اینه که آقا جاهد آروم باشه. نور و امینه کم از اون یاد بگیر دختر. بالاخره داره عقد میکنه اما تو همینجوری. بابا گفتم که قیامت برپا شد. صبح زود با صدای جیغ اجلال بیدار شدیم. حالا هم تو شروع کردی. اینو ببین. انگار دخترها مسابقه دو میدانی دارن. تو هم اصلا فکر سر جاش نیست. اون دختر مظلوم و بی‌زبونه مردم ها به جون هم میندازه، میخواد واسه خودش یه شوهر پولدار پیدا کنه. بابا تو قهوه خونه غیبتای مردمو شنیدی و هیچی نگفتی، اما حالا اومدی اینجا و غیبت برادرزادمو میکنی. بابا تو هیچی نمیدونی و بازم حرف میزنی. این موضوع جوری که تو فکر میکنی نیست. نور به خاطر بچه‌اش و مرت نگران میشه، یعنی انسانیت. بیا این بر دخترم، بیا این بر، مواظب باش. عزیزم بگیر، اینا رو هم بگیر. خدای من، به خدا لشکر ابابیل اومده. دخترم یه وقت نخوره تو سرت. آها دیدی نازان اومد، اومد و به مزرعه حمله کرد. صبر کن دخترم. منو ببین، این سنگا دوباره میخوره تو سرت. خدای من، مرد کوچولو، به نور بگی دست از سر پدرم برداره. فهمیدی؟ وای خدای من، فقط همینو کم داشتی. آی خدای من، خودت به همون رو. پسرم ببین چی میگم، داری چی کار میکنی؟ بده سنگا رو به من. این بی تربیت کوچولو رو ببین. به اون نور احمق بگین دنبال پدرم نیاد، وگرنه همه این سنگا رو میزنم تو سرش. آها داری چی میگی مرت؟ یالا بری بری از دست تو. نگران نباشین، شیشه ها رو درست میکنن. خدایا بالاخره این روزم به سرمون اومد. یالا برین برین داخل برین. آفرین به پسر خودم، ببین همینقدر بود تموم شد. کارتو خوب انجام دادی، دیدی آسون بود. آخ آفرین 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 به پسر زرنگ خودم. پسرم الان دیگه بزرگ شده و از مادرش دفاع میکنه. اوخ اوخ آه 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 آه. این خان کوچولو هم حالا شد دیگه دشمن من و شما. خدایا خودت عاقبت هممون رو بخیر کن. همچین روزی ها ندیده بودم و نشنیده بودم. به فکر بودم که دوباره با هم عروسی میکنن. حالا با بودن این بچه نمیشه، یعنی دیگه غیر ممکنه. اصلا باورم نمیشه یه بچه چجوری میتونه همچین کاری انجام بده. حتما مادرش بهش یاد داده، اونو تحریک کرده، اونم خب سنگ میگیره و حمله میکنه دیگه. ساکت شو دختر، یعنی چی مادرش تحریکش میکنه؟ چه تحریکی؟ یه الف بچه حالا شده بلای جون همه. این دیگه چه وضعشه؟ اعصابم به هم ریخته، دارم دیوونه میشم. گناه داره، به خدا این کارا گناه داره. آه دخترم اگه بلایی سر میومد، اگه یکی از اون سنگو میخورد تو سرت. مامان نگران نباش، مامان نگران نباش، همه این شیشه ها رو شکسته. میخوای نگرانم نباشم؟ خدایا چی کار کنم؟ مشکلات خودمون کم بود که الان بلاهای نورم داره سرمون میاد. ای وای همه جا پر شیشه شد، بیا که جمعش کنی. نه خیلی میخواد دست بزنی شیشه میره تو دستت و تو هم میشی بلای جون من. بگیر بشین اینجا، بشین. این گوشی من کجاست؟ اجلال گفت به شیشه فروش زنگ میزنه، زنگ بزنه بیاد پولشم خودش باید بده والا. آره من خیلی نگران شیشه هام. تو به کی زنگ میزنی؟ خب میخوای به کی زنگ بزنم؟ باید به کی زنگ بزنم ها؟ نور درو باز کن، باز کن. نور گفتم خواهش میکنم درو باز کن. ببین باید حرف بزنی. نور تو این مورد من اصلا گناهی ندارم. آخه من از کجا میدونستم همچین اتفاقی میفته؟ چهار طرف خونه خبرنگارا جمع شده بودن، من اینو از کجا باید میفهمیدم؟ باشه میرم، فقط به خاطر این میرم که تو ناراحت نشی. ولی تا وقتی که به تلفنم جواب ندی بازم میام، فهمیدی؟ بازم هر روز میام. خدایا ما چطوری میتونیم از همدیگه نجات پیدا کنیم؟ چطوری میتونیم نجات پیدا کنیم؟ عمه فعلا اصلا تو وضعیتی نیستم که. حرف نزن، فقط گوش کن. دختر جون تو اصلا میدونی که ما الان تو چه وضعیتی هستیم؟ مامان بده من حرف میزنم.
عمه چی شده؟ بهت گفتم بده من حرف میزنم. وسط تو عشق گیر کردی و نمیدونی کدومش انتخاب کنی. عمه این حرفو چیه داری بزنی؟ آخه این چه زندگیه واسه خودت درست کردی؟ یه روز با یه نفر دست به دست تو روزنامه ها سر و کلت پیدا میشه، روز بعدش هم با شوهر قبلیت ها؟ یه بار پیش این شوهرتی و یه بار هم پیش اون یکیش، ولی تاوان این کاراتو ما داریم میدیم. عمه نصف جونم نکن، بگو چی شده، بگو، نکنه اجلال چیزی بهت گفته ها؟ بگو اون باز چی کار کرده؟ گفتی اجلال؟ حرف اجلال رو نزن، الان دیگه یه بچه داره سرمون حکومت میکنه. اون بچه یه نیم وجبی چند تا سنگ بزرگ رو گرفت و همه یه شیشه های خونه رو آورد پایین. خدا رو شکر چیزی مون نشد، همینجوری از آسمون سنگ میبارید. همش میگفت به نور بگین، بهش بگین رد پدرمو ول کنه، اگه رد بابامو ول نکنه اون وقت همه این سنگای بزرگو همش رو میذارم تو سرش، نذار دهنمو باز کنه. دخترم میدونم این که بری بگید بگی ولم کن کار سختیه، اما فرستادن یه مرد متعهد پیش زن و بچهش کار خیلی سختی نیست. آه البته اگه دلت بخواد، ولی وقتی تو اینجوری داری مثل ملکه ها. مامان بده من حرف میزنم. الو نور، تو به حرفای مامانم گوش نده، مامانم سنگ خورده تو سرش، اصلا نمیدونه چی داره میگه. الو الو نور، پشت گوشی هی جیغ میزنی، اصلا حرفاتو نشنیده مامان. نور، میدونم که الان به من نیاز داری. نور میشه این در رو باز کنی؟ نور روزنامه رو خوندم، من خیلی نگرانتم، میشه این در رو باز کنی؟ نور 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 نور، این وضع تو ببین، اون آدم با تو چی کار کرده؟ ببین خواهش میکنم نور، نور به من نگاه کن، واقعا میخوای از اون آدم نجات پیدا کنی؟ میخوای این شکنجا زودتر تموم بشه؟ به خاطر همه، به خاطر خودت، به خاطر اون بچه کوچیک، به خاطر بچه‌ای که هنوز به دنیا نیومده، حتی به خاطر یگیتم. میخوای اون آدم دست از سرت برداره و راحت بشی؟ میخوام، چاره دیگه ای ندارم، میخوام. حالا که اینطوره دیگه چاره جز این نداری. دو روز، الان دو روز میشه اصلا خونش نیست، اون آدم پیداش نیست، گوشیاشم که خاموشه. خدایا دارم عقلم از دست میدم. ببینین ایلماز، حفیظه، اگه از چیزی خبر داشته باشین و به هم نگین، براتون بد تموم میشه. من به اون آدم اعتماد ندارم. من میدونم کی میتونه به نور ضرر برسونه، ولی واقعا دارم دیوونه میشم، دارم عقلم از دست میدم. خواهش میکنم یه بار دیگه بهتون میگم، به من راستشو بگین. میخواین به پاتون بیافتم؟ اگه میخواین این کارو میکنم. خواهش میکنم بهم بگین اون دختر کجاست. ببین ایگیت، من واقعا چیزی نمیدونم، باور کن اگه میدونستم حتما بهت میگفتم، واقعا میگفتم. پس اون دختر کجاست؟ میگی زمین دهن باز کرده آب شده رفته تو زمین، کجاست؟ هنوز به القت عادت نکردی؟ وقتی که همه کارهای لازمه رو انجام دادیم، پس چرا همونجا یهو عروسی نکردیم؟ من نمیفهمم الان چرا داریم برمیگردیم. نور، ما با هم حرف زدیم، بهت گفتم که تو خونه یه عقد عادی میگیریم. درست حرف زده بودیم، ولی من قبول نکرده بودم. اگه ایگیت بیاد اونجا، اگه بیاد و همه چیزو به هم بزنه، بهتر بود همونجا عروسی میکردیم و بعدش برمیگشتیم. تو که به من جواب بله رو بگی، دیگه هیچ چیزی نمیتونه جلوی منو بگیره. حالا میریم خونه، حاقدم میاد اونجا و عروسی میکنیم، بعدش هم با هم میریم به طرف خونه جدیدمون، دور از ایگیت، به همین راحتی. یالا دیگه خواهش میکنم. کلامت
کریم؟ یعنی نمیخوام ناراحتت کنم، اما اصلا به فکرش نیستم، ولی در این مورد بارها حرف زدیم مگه نه؟ من میگم لازم نیست. این عروسی من هیچ وقت نمیتونه یه عروسی واقعی باشه. رابطمون بعد عروسی هم اینطوری ادامه داره. یگیتان بالاخره ازت ناامید میشه و با مادر بچهش عروسی میکنه. من و تو هم بدون هیچ حرفی ازم جدا میشیم. چطوره؟ همه چی یادمه نه؟ میشه ساکتم ولی دیگه نمیتونم تحمل کنم. بچت اومد و همه این شیشه های خونمون رو آورد پایین. سنگایی به این بزرگی از بغل گوش دخترم رد شد. خودم با مرت حرف زدم. چرا و چطور این کارو کرده منم نمیدونم. به خدا که خودمم دلیلشو نمیدونم. غیر از شما همه میدونن آقای گیت. مشکلمون بچه اینه که پدر و مادرش دوباره با هم باشن. تو رو خدا انصاف داشته باشین و رد اون دختر رو ول کنین دیگه. آه زشته. واسهتون خوب نیست. اون طفل معصوم گناه داره. همینطور نور حداقل بزن یه نفس راحت بکشه. اگه خبری شنیدین خواهش میکنم به منم خبر بدین. یعنی اگه آدرسش هم بهم نگین، همین که بگین حالش خوبه برام کافیه. ای بابا، آی به خدا دلم براش سوخت. این آدم کاملا دیوونه شده. مجنونه بدون لیلی به چه دردی میخوره؟ ببین، نور فکر میکنه به جز مخفی شدن دیگه چاره ای نداره. خیلی باهاش حرف زدم ولی گناه اون نیست. عشق چشم این آدمو کور کرده. همش تقصیر ایگیت. مفشن پلستر الماس، یالا بلند شو، چند دقیقه بعد دکتر میاد اینجا. ما نخواستیم بریم بیمارستان. دستش درد نکنه دکتر، خودش واسه معاینه میاد. بعدا میام پیشتون. بد شد جاهد. ببین تو این هوای سردم رفته بیرون وایستاده. خیلی درد میکشه. واقعا اصلا حالش خوب نیست. مامان حال ایگیتو ببین. چقدر مجنون شده. به خاطر اون دختره کم مونده بره پشت در انباری بخوابه. هیچ فایده ای براش نداره. تموم شد. مامان این موضوع امروز تموم میشه. ببینم تو مطمئنی که امروز با هم عقد میکنن؟ حتماً میکنن. حالا من ایگیتو کاملا از دست اون زن نجات میدم. بعدش هم جز این که با من عروسی کنه دیگه چاره ای نداره. نور، این لباس به خاطر توه. این دوستان به خاطر آماده کردنت. منتظر تو. بفرمایی نور خانم.
یگیت، میدونم داداش که الان چه حالی داری، ولی حفیظه خانم تو این مورد کاملا حق داره. حالا تو، نور، اجلال و مرتم باید یه خورده آروم باشین. شما نمیفهمین، شما واقعا نمیتونین منو درک کنین. من به خاطر نور نگرانم. من اصلا به اون آدم اعتماد ندارم، میفهمی؟ راستش تا وقتی که نتونم نور رو پیدا کنم، آروم بودن که هیچی، واسه نفس کشیدنم وقت ندارم. چی شده؟ آقای گید گوشیدون رو فراموش کرده بودین. گوشیدون چند بار زنگ خورد. باشه، خیلی ممنون. جاهد، من سردمه. باشه، زود باش. ایگی تو برو شرکت. من دکتر رو ببینم بعدش میام، باشه؟ یلا. الو. ببین، تو رو خدا یه خبر خوشحال کننده به هم بده. اونا برگشتن آقای گید. اونا برگشتن؟ اون داره با کی حرف میزنه؟ باشه، الان میام. این دیگه اینجا چی کار میکنه؟ کی؟ دکتر رو میگم مامان. دکتر، خیلی خوش اومدین. سلام. منم داشتم میرفتم بیرون، یه خورده کار دارم. بریم بالا، جاهد منتظرتونه. واقعا ببخشید. راستش باید بهتون بگم منم خیلی ناراحت شدم آقای گیت. ناراحت شدین؟ به خاطر بچه‌تون. نه، این یه احوال پرسی ساده نیست. داره یه چیزی بهش میگه مامان. داره یه چیزی بهش میگه. لعنتی، لعنتی. همونطور که گفتم ما خیلی سعیمونو کردیم، ولی وقتی یه کاری نشه نمیشه دیگه. اجلال خانم خیلی ناراحت شد، ولی به خودشونم گفتم فعلا خیلی جوونن، وقت دارن. چند روز شد که اینطوری شد که این اتفاق افتاد؟ تقریبا چند روز میشه، شما نمیدونید؟ ایگیت، ایگیت، دخترم. بیا. قبل عروسی دامادی که عروس رو ببینه میگن شگونه بد داره، ولی بین ما شگون مگون اهمیت نداره، اینطور نیست؟ من آمادم. بقیه همگی حاضرن؟ اومدن؟ آره اومدن، همه منتظر تو هن. باشه، منم آمادم. بیا بریم. عجله نکن. حالا آماده شدی؟
شاهدای ما. منم نمیشناسمشون. دوستام اونا رو فرستاده. نور دوست دارم. من اینقدر دوست دارم که حتی نمیتونی تصورشم بکنی با تمام وجودم. منم دوست دارم. هر باری که بهت نگاه میکنم بیشتر عاشقت میشم. من حاضرم حتی به خاطر تو از جونم هم بگذرم. خیلی دوست دارم. یعنی اینقدر که حتی نمیتونی تصورشو بکنی. یگیت کوزان. شما پیشنهاد دادین که میخواین با هم عروسی کنین. هیچ دلیلی هم وجود نداره که مانع عروسیتون بشه. حالا این آرزوتونو با حضور شاهدا یه بار دیگم اگه به زبون بیارین پس خطبه عقدتونو میخونم. شما آقای کریم سانجاکلی، خانم نور دیمیر را بدون فشار یا تهدید کسی به عنوان خانم آیندتون قبول دارین؟ بله، قبول دارم. نور! نور! خواهش میکنم ادامه بدین. و شما خانم نور دیمیر، آقای کریم سانجاکلی رو بدون فشار یا تهدید کسی به عنوان شوهرتون قبول دارین؟ بله. بفرمایین امضا کنین. دختر خانم، بله رو که گفتین بدون امضای نقد نمیتونه واقعیت پیدا کنه. شاهدان باید امضا کنه. بفرمایید.